شما متولد چه سالی هستین؟ حتما میدونین که علاوه بر تقویم معمول، یه گاه شمار حیوانی هم وجود داره و هر سال به نام یک حیوان نامگذاری شده. میدونین هر حیوان سمبل چیه؟ چینی ها معتقد بودن حیوانی که هر سال به اسم اون نامگذاری شده، هم روی اتفاقاتی که در اون سال رخ میده و هم روی متولدین اون سال تأثیر داره. شما نظرتون چیه؟ این گاه شمار حیوانی در اصل از فرهنگ و افسانه های چینی گرفته شده، اما این روزها تقریبا در همه فرهنگ ها رایجه. امسال سال خوکه. میخوایم با هم ببینیم که بر اساس افسانه های چینی چه سالی در پیش داریم. از نظر طالبینی چینی در این سال کار فراوان برای همه وجود داره و به لحاظ اقتصادی سال عادلانه‌ای برای همه محسوب میشه. انتظار میره سالی پر از شادی، دوستی و محبت باشه. سالی که ادبیات پیشرفت‌های جدی می‌کنه و نویسندگان و شاعرها به دور از دغدغه‌های رایج به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا می‌کنند. نمیشه از سال خوب گفت و اشاره‌ای به متولدین این سال نکرد. به خصوص که شخصیت شناسی یکی از موضوعات مورد علاقه اکثر افراده. متولدین سال خوک قابل اعتماد، ساده و بیریا هستند. اونها معمولاً اشتباهاتشون رو با متانت قبول می‌کنند و نسبت به اشتباهات دیگران صبور هستند. شاید براتون جالب باشه با تعدادی از مشاهیر متولد این سال آشنا بشین. مشاهیری که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی موفقیت‌هایی رو کسب کردند. آلبرت شوایتزر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی. ارنست همینگوی، رمان نویس و داستان کوتاه نویس معروف آمریکایی. استفان کینگ، نویسنده آمریکایی که بسیاری از رمان‌هایش به فیلم‌های معروفی تبدیل شده. آلفرد هیچکاک، کارگردان انگلیسی. وودی آلن، نویسنده و کارگردان و طنزپرداز و موزیسین آمریکایی. آرنولد شوارزنگر، بازیگر و سیاستمدار. در هر حال افسانه‌ها و داستان‌ها هر چی که بگن سرنوشت تو دست‌های ماست و ما ایم که میتونیم سال جدید رو به بهترین نحو رقم بزنیم. در پایان سال نو رو یک بار دیگه به شما تبریک میگیم و براتون آرزوی سالی سرشار از موفقیت، پیشرفت، سرزندگی و شادابی داریم. پیروز باشیم. بشر همیشه برای بیان درون خودش از زبانی مشترک به نام هنر استفاده می‌کرده. جالب اینجاست که هنر با وجود شاخه‌های متنوع وجوه مشترکی هم داره. سه وجه مشترک هنرهای هفتگانه اینها هستن. اول از همه تخیل که تقریبا میشه گفت اصلی ترین عامل شکلی آثار هنری به شما میره. دوم احساسات و عواطف هنرمند که اثر هنری بر اساس اون شکل میگیره و در نهایت هم منشوری بودن یا چند معنایی بودن آثار هنری. هر کس با توجه به تفکرات و احساس و دیدگاه خودش میتونه برداشت متفاوتی از آثار هنری داشته باشه. صنایع دستی شاخه‌ای از هنرهای سنتی هر کشوره که یک یا چند مرحله اون به وسیله دست درست میشه و مواد اولیه‌اش به شکل بومی تهیه میشه. به همین دلیل هم ریشه گرفته از قدمت فرهنگی و هنری و آداب و رسوم و سنت‌ها و سبک زندگی در یک منطقه است. پرطرفدارترین صنایع دستی ایران بعد از فرش، گلیم بافی، گبه بافی، صنایع نساجی و کار با سنگ‌های قیمتی از جمله فیروزه کوبیه. هرچند که به طور مشخص معلوم نیست که اولین بار که گلیم بافی شروع شد، اما در قاره‌های جنوب شرقی مازندران مثل قاره کمربند و هوتو آثاری پیدا شده که نشون میده 8000 سال پیش در این منطقه پرورش گوسفند و بز و ریسیدن پشم و موی اونها انجام می‌شده. اما قدیمی ترین زیراندازی که تا به حال کشف شده قالی پازیریک نام داره که 70 سال پیش در سیبری پیدا شده و عمرش به 400 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. گ
گلیم بافی هنریه که در اغلب نقاط ایران به خصوص در بین قشقایی ها، السوان ها، کرد ها، لور ها و بلوچ ها رواج بیشتری داره. نقش و رنگامیزی گلیم ها در هر منطقه متناسب با ویژگی های اون متفاوته. در گلیم های السوان نقش حیوانات و پرنده ها به شکل هندسی و ساده دیده میشه که شباهت زیادی به نقاشی های حیوانات روی سفال های این منطقه داره. طرح‌های این گلیم ها به قدری متنوع هستند که به ندرت میشه طرح دو گلیم رو مشابه هم پیدا کرد. به این گلیم ها در زبان محلی ورنی گفته میشه. گلیم های لوری خیلی مرغوبه و بیشتر با رنگ های سیاه، سبز، آبی و سفید با نقوش خاص منطقه مشخص میشه. لورها برای اینکه حاشیه گلیم محکم باشه اون رو قالی بافی میکنن. گلیم هر سین بنا به ذوق و سلیقه بافنده و شرایط افرادش اغلب ریز و پر بافته میشه، طوری که جای خالی در این گلیم وجود نداره. در این منطقه از پشم بز به علت ضد بیز بودن در حاشیه گلیم استفاده میشه. گلیم هر سین در سازمان جهانی مالکیت فکری به نام شهر هر سین ثبت جهانی شده. گلیم سنه که امروزه به نام سنندج نامیده میشه در ظرافت بی‌نظیره و هیچ جای ایران از نظر ظرافت مشابه نداره. طرحش بیشتر طرح حراتی در ترکیب با طرح بوته‌ای و خطوط مبرب در رنگ‌های متنوع. گبه از زیر مجموعه فرش‌ها و زیرانداز‌ها محسوب میشه و امروزه در لغت به معنای ضخیم و زمخته. و نوعی فرش با خواب بلند و درشباف هست که در ابتدا برای جلوگیری از نفوذ سرمایه زمین استفاده می شده. اوایل گبه ها ساده و بدون نقش بافته می شدن. اما بعد بافندگان از محیط و طبیعت اطراف الهام می گرفتن و طرح‌های ذهنیشون رو روی گبه ها به کار می گرفتن. در گبه های قدیمی پشم گوسفندان رو بدون تغییر رنگ استفاده می کردن. اما به مرور زمان از رنگ های گیاهی و طبیعی هم استفاده شد. ترم نوعی پارچه گرانبهای بافته شده از الیاف لطیف و صنایع دستی نساجی ایران به شمار میاد که اغلب با نقش‌های منحنی مثل بوتجقه و گل‌های شاه‌عباسی در رنگ‌های مختلف به کار میره. در مورد پیشینه این هنر دو روایت مختلف وجود داره. عده‌ای میگن این هنر از کشمیر هندوستان وارد ایران شده و عده‌ای معتقدن که پیشینش به چند هزار سال قبل در تپه‌های سیلک کاشان برمی‌گرده. ترم دوزی تا دوره هخامنشیان رونق خیلی خوبی داشت، اما برای مدتی از رونق افتاد تا اینکه دوباره در دوره صفویان در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و کاشان گسترش پیدا کرد. در گذشته این هنر بیشتر مخصوص دربار بوده، اما طی 80 سال اخیر کم کم به سایر عرصه‌ها وارد شده. پارچه‌های ترمه یکی از صنایع دستی صادراتی برجسته ایران به شمار میان و به خصوص ترمه های یزد که امروزه به صورت نیمه صنعتی بافته میشه در سطح جهانی معروفه و طرفداران زیادی داره. فیروزه کوبی با چیدن قطعه های کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکی روی سطح ظرف ها، زیورالات و اشیاء تزئینی ساخته میشه. هر چقدر که ظرف فیروزه کوبی شده پرکارتر و منظمتر باشه و فاصله بین سنگ‌ها کمتر باشه، ارزشش بیشتره. قدمت این هنر به کمتر از یک قرن قبل برمی‌گرده و از مشهد آغاز شده، اما امروزه مرکزش در اصفهانه. فیروزه صاف و بدون رگه که به فیروزه پارسی شهرت داره، با کیفیت ترین فیروزه در جهانه. یکی از علل استفاده از فیروزه اینه که برای اون خواص ماورایی تعریف شده، از جمله آرامش بخش بودن و ترغیب احساسات افراد.